سلام. در حالی که قرار است تا 5 ماه دیگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، کشور چقدر آماده رویارویی با پیامدهای اقتصادی این خروج است؟ تأمین هزینه های نهادهای کشوری چگونه خواهد شد؟ کمک کنندگان که تاکنون تمویل کنندگان بخش های گوناگون در افغانستان بودند به این کار ادامه خواهند داد؟ حکومت در این زمینه برنامه ریزی کرده و آیا با خروج خارجیان ما با یک بحران چند پهلوی تازه روبرو خواهیم شد؟ فراخبر امشب ویژه همین مسائل است و مهمانانم در این برنامه آقایان لطیف محمود، سخنگوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، و سید مسعود، استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی، که از عشق آباد ازبکستان در برنامه با ما پیوستند. خوش آمدین بسیار مهمانان گرامی. آقای محمود، استاد بزرگوار، با شما آغاز میکنیم. در بحث بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، این کار اقتصاد کشور را میتونه متاثر بسازم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و صلوات بر محمد و آل ما، سلام بر محمود عزیز ما و سلام بر شما، سلام بر بیننده هایی که ما را ببینند. علیکم. خدمت شما عرض کنم که خوب یک چیز بازی است که اقتصاد افغانستان یک اقتصاد مصرفی وابسته و کمک های خارجی است و کمک های خارجی هم اکثرا از جانب اعضای متحده آمریکا و غربی ها و خصوص کشورهای ناتو صورت میگیره و سازمان های وابسته به اونا تقریبا در تحت رهبری اونا حرکت میکنه، چون بانک جهانی، چون صندوق وجهی بین المللی، چون بانک انکشاف آسیایی، چون بعد تو بانک اسلامی، در حقیقت وابستگی خاص به این کشورها داره و در حقیقت بیرون شدن از اینا از صحنه افغانستان در حقیقت میشه که آدم بویه که تا اندازه میشه که تاثیرات حتی فراوان داشته باشه. ولی ما یک چیز هم تجربه هم داریم و در پاروش حرفای از سرمشی ناتو و همچنان از وزیر خارجی از لایم تدیو امریکا هم داریم. در حقیقت بیرون شدن از حاکر از لایم تدیو امریکا و غربی ها معنای قطع شدن تمام روابط اقتصادی و سیاسی و حمایه از این کشورها از دولت افغانستان نداره. درست. و اگر ما این را بپذیریم و قبول بکنیم که ناجوانی نمیکنند در گپای خود، ما میتونیم که بگوییم که خوب تاثیرات خود داره و تاثیرات روانی است. ما داره که ما لحاظ اقتصادی تیوری روانی داریم و این تیوری روانی بدون از اینکه عرضه و تقاضا تغییر کنه و کالا تغییر کنه در بازار، روان انسان تغییر میکنه. مانند که سال 2001-2007 روان تیوری روانی به نفع اقتصاد افغانستان تغییر خورد و ما در حقیقت 21.5% رشد اقتصادی رو به وجود آوردیم، در حالی که حال تا اندازه روان اقتصادی و روان مردم در قسمت تشبث و در قسمت سرمایه گذاری، در قسمت عرضه اسارف و پولاده متاسفانه خدشه پذیر شده و در روزا که مارکت واچ که با دیدبان بازار که رو مطالعه میکنه، تنها بیرون شدن اثار نقدی یا می پول نقدی یا سرمایه نقدی که به خصوص دلار از افغانستان به کشورهای خارجی در حدود 25% افزایش یافته و از جانب دیگر در حقیقت میره که ما عواید دولت از تقریبا در تحت خطر ببینیم، به خاطر که اگر این نیروها بره و در حقیقت اقتصاد ما اقتصاد جنگی شوه، این اقتصاد از سوی اقتصاد یک مشروع اقتصاد غیر مشروع میره. اقتصاد مشروع در حقیقت همین اقتصاد است که ما شما در بازار داریم، اقتصاد غیر مشروع در حقیقت رو قاچاق و برمو گپای است که راه های اونو کروپشن هم نظر میگیرن که در حقیقت اون مسئله بسیار خوب بازار خرابتر میکنن. بسیار خوب استاد، بس فرار سرمایه ها گفتین کماکان کمک ها همچنان ادامه خواهد داشت برابال گذشته، اما اثرهای این خروج بحث فرار سرمایه ها و بیرون شدن سرمایه ها همه از شما هم اشاره داشتین، این بحث میتونه یک مشکله که با چالش رو برو بسازه به کشور باشه؟ یک مشکل بسیار کلان امی است و میگم که از لحاظ اقتصادی عمدتا مسئله کالا و قدر ما را زیان داده نمیتونه، به خاطر از اینکه شما میفهمین که کمک ها میاد و دولت هم تا اندازه خود جور و جمع و جور میکنه و طرف مقابل هم مقدر مشکل شاید برش ایجاد نتانه، ولی از دیگاه روانی ما بسیار تغییرات میهیم. بسیاری کشورها که شکست میخورن و در حقیقت به زمین میشینن، در حقیقت اون مسئله تغییر روانی به صورت منفی است. متاسفانه در افغانستان در چند روز تغییر روانی منفی آغاز شده و در حقیقت مردم تو فکر میکنن که اگر آمریکا نباشه، اگر اسافکر نباشه، اگر
مثلا چینان نباشه، شاید تشبثات به زمین بزنه، شاید استخدام صورت نگیره، شاید بیکاریت بگیره، شاید لول اقتصادی مردم رفایت سر پایین بیه و فقر به وجود بیه. و این فقر ما ایره تایید میکنم در صورتی که اگر ما مسائل اقتصادی و استخدام از دست بدهیم و در حقیقت بیکاری را زیاد بکنیم و این در حقیقت ای بره از فقر نسبی به فقر مطلق و او بره در حقیقت یک شورش یا یک نامنی اجتماعی ایجاد کنه و این نامنی اجتماعی و نامنی سیاسی ایجاد کنه، برداشتن چنین نامنی بسیار مشکل است. برای اینکه این سه تا حلقه اگر اونده پلو بیا، اگر ما یک بی‌ثباتی سیاسی را بر اساس بی‌ثباتی کار و بی‌ثباتی اجتماعی به دست بیاریم، رفش مشکل میشه. درست. و کتاب استاد تأثیرات روانی خروج را روی اقتصاد میتونیم مهار بکنیم، مدیریت بکنیم، بکاهیم؟ خوبی در صورت میشه که دولت در حقیقت خود نشان بده. اگر دولت خود نشان داد، اگر دولت حفظ کرد ثبات پولی، ارزش ثبات ارزش پولی را حفظ کرد، اگر دولت نشان داد که تشبثات میتونه، اگر دولت نشان داد که ساعات اقتصادی را میتونه حفظ کنه، درست. اگر دولت نشان داد که سطح لول استخدام حتی اگر بالا نبره حفظ کنه و در حقیقت نوع فقر دومنگیر اجتماع نسازه، من فکر میکنم که تیوری روانی خود به خود تبدیل میشه به تیوری روانی مثبت. ما یک دقیقه میخوایم شما هم یک جمله را زیادتر میخوام متوجه باشین. وقتی ما تیوری روانی میگم نباید منفی حسابش کنیم، ما تیوری روانی رو به صورت مثبت و منفی میبینیم. تیوری روانی مثبت چه؟ ما در سال 2001-2007 دیدیم 21.5% رشد داشتیم. حال متاسفانه اگر این منفی بره بازم 21.5% پایین میره، چنانچه رفت. آمد 12، آمد 7، آمد 4، حال آمده منفی 3، که بس خطرناک است. درست. در این باره میپرسم اگر فرصت بود استاد. آقای محمود دوباره خوش آمدید، میگم شما را. زنده باشید. چی پیش بینی میکنه حکومت؟ خروج خارجیان چقدر اثر خواهد داشت روی مسائل اقتصادی افغانستان؟ در سه نکته مستقیم به پاسخ شما میم. اول عرض سلام خدمت شما، خدمت استاد معظم دکتر سید مسعود و بیننده های عزیز شما. نکته اول آقای احمدی، ای که خروج به معنای قطع رابطه و قطع حمایت نیست. ما روابط ما با ایالات متحده آمریکا، با ناتو، با اتحادیه اروپا مبتنی بر منافع مشترک، احترام متقابل و اعتماد همچنان پا برجاست. موافقتنامه استراتژیک و در واقع موافقتنامه امنیتی که ما داریم با آمریکا و شرکای استراتژیک ما و سایر موافقتنامه‌ها همچنان پا برجاست. صحبت اخیر که رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور بایدن داشت، این در واقع تعهد را بار دیگر رئیس جمهور بایدن تجدید کرد. صحبت را که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تا 1.5 ساعت با رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری داشت، در روز به وضاحت گفت که کمک‌های اقتصادی آمریکا، کمک‌های نظامی آمریکا، کمک‌های لوجستیکی آمریکا، کمک‌های دیپلماتیک آمریکا، کمک‌های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه آمریکا و سایر کمک‌ها همچنان پابرجاست و افغانستان یک نقطه استراتژیک و نهایت عایز اهمیت برای آمریکاست. نقطه دوم، به خاطر دارین از تئوری روانی جناب دکتر سیبیات کرد. ما در سال 2014 140,000 آمریکایی را از افغانستان خارج شدن. بله، در روز زمانم عین نگرانی ها بی اثر بوده میگه. بله، عین نگرانی ها مطرح بود. اگه شما به خاطر داشته باشین، احتمالی بود که بی‌ثباتی در بازار به احتمالی بود که بی‌ثباتی در گردش ارز به وجود به احتمالی وجود داشت که فرار سرمایه صورت بگیره، احتمال ای بود که فرار نیروهای بشری صورت بگیره. اما بله، همه اینا اتفاق افتادن. فرار جوانان، فرار سرمایه، اجازه می خواهد افزایش بهای دلار در برابر ارزهای داخلی، اجازه میخوایم ارز داخلی و فرار سرمایه. بله، اجازه میخوایم. احتمالی بود که افغانستان تا 3 ماه سقوط میکنه، اما هیچ ولایت یا هیچ نقطه افغانستان سقوط نکرد. یک مورد یک رفت و برگشت بود ولی سقوط نکرد، افغانستان سقوط نکرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در او زمان یک بخش کوچک از عملیات ها را انجام میداد، امروز اکثریت مطلق عملیات ها را نیروهای امنیتی افغانستان 95% عملیات را انجام میده. 1,40,000 سرباز با 2,500 سرباز فرق میکنه. تو ما یک بحث روانی را بله. راه بیان در قسمت بحث روانی خدمتتون چی میتونیم بکنیم؟ این بحث ای بود که یک مقایسه بکنیم که افغانستان به جای خود ماند، اما قیمت ارز یک
بحث جهانی است. قیمت نوسانات پولی در سطح جهان به وجود آمده، تغییر در واقع گردش پایه های اقتصادی در سطح منطقه و جهان، این یک بحث سیاست کلان جهانی است، اما افغانستان به اونجا نرفت. بحث دومی که بحث خروج امروز مطرح نشده، بحث خروج از دو سال، اما پیامدهای روانی داشته. شما میبینید نوسان را در بهای عرض و بهای کالاها. ببینین، من میخوایم به عنوان معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اطمینان خدمت مردم بدم که از دو سال به این طرف رئیس جمهور افغانستان تدابیر خاص برای خروج داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین دو سال قبل این بحث را مطرح کرد، از دو سال بدین سو رئیس جمهور افغانستان تدابیر. ببینین، صرفه‌جویی ها را در سکتور امنیتی ما نزدیک به $1 میلیارد صرفه‌جویی در سکتورهای امنیتی کردیم. اصلاحات به منظور صرفه‌جویی، بالا بردن توانایی های امنیتی در برابر تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی، این اقدامات مهم ما بود. آمادگی برای نشست جنوا و تعمیل تعهدات اقتصادی افغانستان، بالا بردن مشارکت در سطح قدرت، بحث استخدام و حفظ کارکنان دولتی، اینا حاکم است و محفوظ میمونه. هیچ مشکل در دولتداری و حکومتداری افغانستان پیش نخواهد آمد. درست. تمام تعهدات ما با جامعه جهانی پابرجاست. روابط ما را منافع مشترک و احترام مشترک شکل میده. هیچ مشکل نخواهد آمد. درست. تشکر. آقای مسعود نخست، در بحث اظهارات آقای محمود، بسیار نگران نباشیم، حکومت برنامه داره و مدیریت خواهد کرد. قربان شما، من آقای محمود محاسب سخنگوی فوق العاده احترام دارم، به خاطر که یکی از گفتگوگردانای بسیار خوب بوده و دوستش دارم بسیار. ولی عمدتاً حرف از دیگه باید آدم بگویه که سال 2014 که ما جناب محمود صاحب یک جای میزا میشستیم و گپ میزدیم تا حال فرق میکنن. درست. سال 2014 از یک دریز دیگه آمریکا بحث میکرد و دولت افغانستان بحث میکرد و ناتو بحث میکرد. امروز از دریز دیگه باز شده که آمریکایی‌ها جانشین کار دارن. از این من فکر میکنم که او تعهداتی که از لوی متحدی آمریکا داشت مکملا او را ترک کرده. مانا داره ایجاد یک دولت داری خوب، مبارزه با ضد تروریسم و مبارزه با مواد مخدر که در حقیقت یک بهانه بود که باید بیاید و افغانستان متاسفانه که عرصه ایز را تا هنوز اجرا نکرد و در اخیر هم در حقیقت دولت مانند رفتن آقای گورباچوف و ساکرش که دکتر نجیب الله تنها ماند میخواد که چنین کنه. ما یک چیز متوجه باشیم که خوشبینانه فکر نمیکنم هیچ کجا، برای اینکه خوشبینانه فکر کردن ما نداره که بسیاری نقاط ضعف خود ما فراموش میکنیم و اون را میخواهیم که بسازیم. ما میگیم که چند چیز باید حرکت کنه. حرکت اساسی تیوری روانی در حرکت و نموز که ما در حرکت خود میخوریم، ما نداره که شما همین لحظه تبلیغات دولت رو ببینین، وکیل، والی و مثلا معین، وزیر، در حقیقت وقت رئیس شورای ولایتی و غیره، اینا وقت تبلیغ وقتی که حرف میزنن مانا داره که خود تخریب کردن میرن، مانا داره که دولت از درون تخریب میشه. دوم گفه ما ای است که ای که ما میگیم که آیا ما میتونیم یا نمیتونیم، عدم کارایی ما را نشان داده. مانا داره که اگر ما در یک سطح یک لیول میبودیم که ما میتونستیم چنین کار را انجام بدیم، مثلا سوال پیدا نمیشد که این خارجی ها وقتی میره ما میتونیم دفاع کنیم یا نمیتونیم. آره متاسفانه که ما در اون لیول که اساسی است تا هنوز نرسیدیم. این حرف خود جناب رئیس جمهور است. بله. که ما در اون حرف نرسیدیم در اون لیول. اگر به اون لیول میرسیدیم ما در حقیقت خود ما جواب میدادیم می قوت های خارجی را تا ما بتانیم میتونستیم کار خود انجام بدیم. متوجه باشین که در شرایط فعلی اوضاع منطقه و موجودیت آمریکا و ناتو در افغانستان کاملا 100% مخالف او اوضاع 2014 و 2003 و 2005 است. درست. فعلا پاکستانی ها، ایرانی ها، آسیا میانه، روس ها، چینایی ها و خصوص هندی ها که فقط برای شو اعلان کردن که در حقیقت نمیپذیرن هر چیزی را که در افغانستان به وجود بیاید، مانا داره که افغانستان یک بازی مشخص را انجام بده و این بازی به خصوص بازی سر اقتصاد باشه. معنا داره که اگر ما بتانیم اقتصاد خود تا اندازه، نمیگم که کاملا، تا اندازه با توانی که داریم ما استوار بسازیم، ما میتونیم مسائل اجتماع را درک بکنیم.
یک چیز متوجه باشن که روان سر اجتماع میره و اگر اجتماع را تغییر داد و امیال دشمن هم کاملا سر از این کار میکنه که روان اجتماع را به صورت منفی حرکت بده. اگر روان اجتماع به صورت منفی حرکت کرد، هیچ کس نمیتونه که از بوران سیاسی درست جلوگیریش کنه. تشکر بسیار. حرکات را که آقای مسعود میگه نیاز است به خاطر حفظ وضع، آقای محمود در عمل داریم چیست؟ بله، ببینین ماحول تغییر کرده، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک افغانستان نه تنها بر افغانستان بلکه برای بازیگران کلان منطقه‌ای و جهانی نیز عایز اهمیت است. درست، یک فرصت است یا چالش؟ یک فرصت است ولی در موارد چالش هم بوده. آقای احمدی، من با شما موافق هستم، اما از 6 سال بدین سو که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است، در واقع با ایجاد کریدورهای هوایی، با ایجاد خط آهن، با ایجاد با برنامه های کلانه که افتتاح، مثلا آقینه، شبرغان، بس خاف، ایراد، کریدورهای هوایی حداقل اساسات گذاشته شد، اولین محموله ها رفت. این گام ها، بندهای برق کلان، این گام ها در واقع ما را در مسیر خودکفایی جهت میده. از طرف جناب استاد، از استادای برجسته اقتصاد افغانستان است، شما میدونید که جنوب آسیا یک نقطه پر جمعیت کلان است و آسیای مرکزی یک نقطه با منابع زیاد، افغانستان نقطه اتصال است در اینجا. این نقش را نمیتونه آمریکا به این مسیرها هنوز کار همچنان وابستگی را نشان میده. یعنی قدم چی کرده میتونیم؟ بله. بدیل جستجو باید بکنیم. این بدیل باید منابع خارجی باشه یا از داخل میتونیم؟ خب طبیعی است، ما از یک اقتصاد معیشتی که در زمان طالب بود به یک اقتصاد زراعتی و داریم به یک اقتصاد نیمه صنعتی در حرکت هستیم به سوی یک، این را نباید فراموش کرد. و جنگ به عنوان یک پدیده شوم وجود داره، از طرف پدیده تروریسم مجال نمیده که اقتصاد کودک یا اقتصاد کوچک در واقع پا بگیره. متشبث و سیاست مدار و اقتصاددان در افغانستان یا سرمایه گذار گام های اساسی را برداره. ما با این شرایط که به موافق هستیم که شرایط شکننده است، اما ما چی میکنیم؟ دولت افغانستان دیدگاه کلان اقتصادی برای توسعه پایدار افغانستان داره؟ دیدگاه بحث جداست. چی در دست داریم آقای محمود؟ در دست این است که ما تقریبا 1 میلیارد دلار صرفه جویی کردیم از زمان، از 2 سال به این طرف، زمانی که بحث خروج به عنوان یک گزینه مطرح شد در سکتورهای امنیتی افغانستان. اصلاحات که در مجاری عایدزای افغانستان آمده، با وجود که بیشترین پولها هدر میره، شما صحبت های رئیس جمهور شنیدین، ولی این اصلاحات یقین داریم که در واقع ما را سطح آمد افغانستان تغییر میده. از طرف هر روز منبع در دست نیست، چیز در دست نداریم، برنامه است و برنامه عملی میشه در مرحله تولید. نه، منابع خوب به عنوان ثروت، زراعت منابع است، معدن منابع است، نیروی بشری در افغانستان، ما هیچ کدام اینا جوان افتادن کار نه خیر. ببینین ما در واقع بیشتر از 70% نیروی بشری فعال داریم در افغانستان، یا در سکتور زراعت مصروف است، اینا در حد تولید میکنن که خودشان را. حالا بحث تولید، اگر بحث تولید و خودبسندگی را مطرح بکنیم، تولید حداقل برای یک اقتصادی که چرخنده خانواده باشه قسمن است، از این نمیشه اغماز کرد، ولی به خاطر ای که ما تولید را در یک اقتصاد نیمه صنعتی تعریف بکنیم، استاد وضاحت خواهد داد برای زمان. تشکر استاد. پس از خروج نیروهای خارجی و در کل خارجی از افغانستان، ما چیز بیشتر از پیش از حضور امریکا و جامعه جهانی در افغانستان خواهیم داشت؟ متاسفانه که خب یک چیز واضح است که ما اگر مقایسه کنیم، که صفر مقایسه کنیم، خود دو هم در حقیقت میتونه که یک سر موفقیت باشه. ما هیچگاه نمیتونیم که در حقیقت به خاطر میار قرار دادن پیشرفت خود، ما بدترین حالت اقتصادی که در زمان طالبا بود یا در زمان مجاهدین بود را مورد میار و سنجش خود قرار بدیم. میریم ما همیال میار ما 1356 است. مانا داره که تا هنوز ما در میار 1356، یعنی آخرین روز، آخرین سال ریاست جمهوری جناب داوودخان نرسیدیم. شما متوجه باشین که ما همیال دعوای ما همی است و دعوای رئیس جمهور هم همی است که 90%
ما در حقیقت رفتیم در فقر. بله. و در حقیقت 45% که ما در بیکاری هستیم و 35% هم که 45% در فقر که رسمی ایران میشه و 35% بیکاری، اونمو 80% مارکت واچ است که ما دهات سال پیش را مطرح میکردیم. به این معنی که در افغانستان بیکاری که وقت آدم بیکار میشه فورا داخل دایره فقر میشه، یعنی معنا داره که دایره فقر و بیکاری در حقیقت در پولو پولو یکی در حرکت میکنه و کدام چیز دیگه نداره. یک چیز دیگه براتون بگویم که دولت هم گفت و از رئیس جمهور هم فکر میکنم یک وقت گفت که تمامی ذخایر ما اگر ما ذخایر خود کار بگیریم با یک سال و 6 ماه دوام میکنه. یعنی معنا داره که تمام دولت افغانستان همین ذخایر ما بدون کمک های خارجی و سرازه شدن سرمایه خارجی در افغانستان خود یک سال و 6 ماه است. ما نمیخوایم تخریب کنم یا خدا نخواسته یک چیزی بگویم. بله. ما میخوایم که بگویم و جناب از ماموس هم خواهش میکنم که ایرم برسانه به گوش جناب رئیس جمهور و مقامات دیگه که ما دو منبع برای سرمایه داریم، برای سرمایه نقدی پول. درست. یکی منبع داخلی است، مسئله تشبثات است، مسئله پول است، مسئله مالیات است، و اینی مسئله است که سرمایه است که از خارج میاد. این سرمایه که از خارج اومده صفر شده و پولی که در داخل افغانستان آمده است اینا از لحاظ سکتور خصوصی بیرون میبره. من خدمت شما عرض کردم که مارکت واچ میگه تا حدود 20-25% رشد سریع خود انجام میده و در حد به صورت قاچاق یا به صورت قاچاق کلم توسط اشخاص رسمی میگه انتقالش میکنن. این برای ما بسیار خطرناک است که ما باید دم زیر بگیریم. این چالش بسیار کلان است که اینو بگیریم. از این لحاظ خدمت شما عرض میکنم که عمدتاً در افغانستان ما یک اقتصاد نیمه صنعتی هم نداریم. ما اقتصاد زراعتی نیمه زراعتی تقریبا داریم و او را میخواهیم که نیمه صنعتی زراعتی بسازیمش. به این معنا که ما در قرن 21 اگر ما بگوییم که ما سکتور زراعت اساس ما قرار داده میشه یک هم مسخرگی است و در قد خود توین تنن است. تشکر استاد. ما اقتصاد زراعتی صنعتی را پیش میبریم و 20 سال ما به اساس زراعت زراعت رو شابنده صنعت ایجاد میکنیم. از این لازم است که بله. من میگم که ما باید خود در یک محکمه بشانیم، در یک محکمه که چی نتانستیم انجام بدیم. این معنا داره که از اون سوالایی که میشه که چی چرا کی کی کجا بله. آیا می 6 سوال تانستیم جواب بدیم یا نه؟ آیا ما اویل آوردیم در تحلیل سواد که چی قوت ها چی ضعف ها چی فرصت ها و چی تهدید ها چی چیز ما را تهدید میکنه؟ آیا تهدید ما را تحلیل کردیم؟ آیا این تحلیل کردین که به کدام شرایط درست. سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی این کار انجام میده؟ تشکر. و در چند ثانیه استاد، در 20 سال گذشته ظاهرا بسیار کارهای زیربنایی نشده به ویژه در بخش اقتصاد، چرا در بن چنین فیصله شده بوده؟ ما میگم که اگر این رو من نمیتونم بگم که هیچ کار نشده، ولی کار شده. اگر بگم هیچ کار نشده خود در حقیقت یعنی نه اما کار که لازم بوده، کار که لازم بوده. ولی ما میگیم که عمدتاً در بن چی که در بعد از بن ما زیاد مربوط بعض اشتباهات استراتژیک شدیم. درست. اولین اشتباه استراتژیک بازار آزاد، نظام بازار رو ما قبولش کردیم. دومین اشتباه استراتژیک عبارت مسئله حرکت به سوی تجارت بوده. سیومین اشتباه تجارتی در حقیقت الگو قرار دادن تشکر بسیار یک راه ترانزیتی است که تولید از دادیم. این 3 اشتباه استراتژیک ما انجام دادیم و 5 اساس استراتژیک نتونستیم ایجاد کنیم. به معنا داره که استراتژی ملی تجارتی، استراتژی ملی بانکی، سلامت باش، ملی مالی و خیر باش و انقلاب سبز شما آغاز کرد. من تشکر میکنم از رئیس جمهور، از کلی تشکر است. انقلاب سبز تشکر. فرصت تقریبا تمام است. یک دقیقه باقی مانده آقای محمود، چی نتانستیم و چی باید بکنیم؟ خب کتا. اگر مقایسه ما افغانستان اروپا باشه افغانستان خود بله. خب پس از افغانستان اگر بحث بکنیم، سال 2000 یا 2 دهه قبل افغانستان در یک بی‌نظامی و در قرون اوستا به سر می برد، ولی امروز ما ظرایف نیروی بشری را اگر ببینیم اقتصاد در قسمت اقتصاد ما نیروی بشری ما بسیار رشد کرده، در قسمت تشبثات خصوصی ما گام های اساسی را برداشتیم، ما پارک های صنعتی داریم و حمایت از تشبثات خصوصی درست. شده اگر کمک های جامعه جهانی قطع شوند چقدر خب دوام یکی داره؟ از موارد مهم آمد افغانستان از کمک های جامعه جهانی است و از تجارت است، ولی گام های برداشته شده. آقای محمود و آقای مسعود از حضور
شما در برنامه و همچنان از بیننده های گرامی که همراه ما بودن.